اگه از عاشقای بسکتبالی پس همینجا وایس چون قرار یه فیلم رو بهت معرفی بکنم که ساخته شده برای ستایش بسکتبال way, من محمد ایمان وردی هم و اینجا سینما پارکینگه با یه فیلمی اومدم که خیلی تازه است جدیده توش آدام سندر بازی کرده، یکی از تهیه کننداشت لبرون جیمزه، فیلم سینمایی هاستل یا زرنگ بازی به کارگردانی جرما یا زگار. So خیلی سریع بریم سراغ قصه فیلم. قصه در مورد یه پیشکسبت بسکتبال به نام استنلیه که کارش اینه که دور دنیا سفر بکنه و استعدادهای مختلف بسکتبال رو پیدا بکنه و بیاره توی اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا یا همون NBA حالا یا استنلی که از شغلش یه مدار خسته شده و ناراضیه توی یکی از سفراش به یه جوونی برخورد میکنه به اسم بوکروز و یه استعداد نهفته رو تو وجود این جوون میبینه. فیلم زرنگ بازی توی ژانر درام ورزشی قرار میگیره اما همراه با یه سری شوخی و کمدیای ریز به حال توی این فیلم آدام سندلر بازی کرده کسی که با اون سابقه فیلم‌های کمدی زیادش حتی توی جدی‌ترین حالت هم به هر حال ما انتظار داریم که یه سری شوخی‌های ریزو ازش توی فیلم ببینیم فیلم روایت خیلی سرراست و صاف و ساده و همچنین مختصر مفیدی داره ما اول فیلم با شخصیت قهرمان اول یا استاد که همون استنلی باشه آشنا میشیم که این استاد توی مسیر سفرش با قهرمان ثانی یا همون بوکروز آشنا میشه در ادامه هم طبیعتاً برای ساخت درام یک سری موانعی بر سر راه این ها قرار میگیره این اختار رو بهت بدم که توی ادامه برای بررسی دقیق داستان فیلم اسپویل میشه خب داشتم میگفتم که فیلم یه سری موانعی رو بر سر راه قهرمانامون قرار میده. مثل چی؟ مثل سابقه کیفری ضرب و شتم بوکروز، مثل از دست دادن کنترل اعصاب بوکروز توی لحظات حساس فیلم و خود شخصیت، این شخصیت بوکروز یه آدم صاف و ساده و درونگراییه که کل زندگیشو وقف مادر و فرزندش کرده و با وجود استعداد بالاش توی بسکتبال اما تا الان فقط کارگر ساختمون بوده حالا فیلم به ما نشون میده که بوکوروس که در از یک اسپانیایی و غریبه با فرهنگ آمریکاست یک دفعه وارد جامعه آمریکایی میشه جایی که بقیه بازیکنان NBA اونو یه غریبه میدونن و مثل یه غریبه باش رفتار میکنن حسابی اذیتش میکنن رو مخش میرن و سعی میکنن که بو رو از رسیدن به موفقیت منصرفش کنن و جلوشو بگیرن اما بوکروز باید یاد بگیره تو طول قصه که رقابت فقط بین برد و باخت توی زمین نیست رقابت بین آدم های اجتماع NBA و شخصیت بو به مرور تو طول قصه یاد میگیره که بر احساسات خودش غلبه بکنه آه. نکته بعدی مسئله نجات تو فیلمه اینجا فیلمساز به نظرم با زرنگی تمام هیچ نجاتی رو نه میکوبونه نه برعکس تبلیغ میکنه مثلا خود بوکروز یه آدم سفید پوسته اما اصلی ترین رقیبش و کسی که حسابی میره رو مخش یه سیاه پوسته یا مثلا در مقابل استنلی خودش یه سفید پوسته اما همسر و دختر سیاه پوستی داره که خیلی هم خوشقلب و مهربونن آقا قصه فیلمم فیلم هم خیلی کلیشه ایه یعنی اگه شما یه مقدار فیلم درام ورزشی دیده باشید یا اصلا همون فیلم راکیو فقط دیده باشید یه کاملا اتفاقات فیلم هاستر برات واضحه و روشنه یعنی اول قهرمان یه مانه واسش به وجود میاد اون مانه رو رد میکنه بعد مانه های بزرگتر همینجور پیش میره و در نهایت میرسه به اون موفقیتی که باید برسه یا مثلا خیلی دیگه فیلم روی تمرین ها و کارهایی که بوکروز انجام میده خیلی بیش از حد تمرکز میکنه و زیادی به ما نشونش میده به نظرم میتونست کوتاهتر باشه این قسمت ها از آدام سندر بگیم کسی که تو فیلم نتونسته به جایگاه خودش توی بسکتبال برسه و مردی بوده که همیشه توی سایه ها حرکت کرده حالا اون با پیدا کردن این جوون با استعداد سعی میکنه که اونو به قله موفقیت برسونه تا از این طریق هم خودش سری توی سرای بسکتبال پیدا بکنه همین که اون ضعفها و عقده های درونی خودش رو که به جایی نرسیده حالا با کمک کردن به این جوون سعی کنه اون ضعفها و عقده پوشش بده و خب آدام سندلر تو پیاده کردن همچین شخصیتی خیلی خوب عمل کرد و تونسته اون حالات و رفتار درونی کاراکتر رو با بازی خوبش به اون نشون بده و اینکه از حق نگذری فیلم یه سری بازیگر در اصل بسکتبالیست داره که یه بازی خیلی خوب و روونی ازشون تو فیلم میبینیم که واقعا واسه سورپرایز من بود <applause> راجب کارگردانی هم چیز خاصی نداره من بهش اشاره بکنم آقای جرمایزگار که کارگردانی فیلم رو به عهده داشته عملاً حرکت خاصی تو فیلم انجام نداده یعنی نه خیلی سکانس خفنی داره فیلم که من بخوام بهش اشاره بکنم نه برعکس سکانس خیلی بدی داره که بگم اه چه سکانس بدی نه یه کارگردانی خیلی صاف و ساده و روون که فقط تونسته اون فضا و حس و حال بازی بسکتبال رو در بیاره همین امیدوارم که امیدوارم فیلم یه سری پیام های خیلی خیلی کلیشهی داره که در روترین حالت ممکن به مخاطب میگه مثل هرگز تسلیم نشو بزرگترین رقیب هر فرد خودشه آدم بعد بر احساسات خودش کنترل داشته باشه و از این چیزهایی که دیگه هممون میدونیم you know, اگه تا اینجای برنامه برنامه, برنامه ما رو دوست داشتی همین الان ما رو لایک کن و یه سوالی ازت دارم تا حالا فیلمی دیدید که قهرمانش ورزشکارش وسط راه تسلیم بشه و به هدفش نرسه من که ندیدم اما اگه شما دیدید حتما اسمشو برامون کامنت کنید در مجموع فیلم زرنگ بازی برای کسایی که عاشق بسکتبالن ارزش دیدن داره اما برای کسایی که فیلم های ورزشی زیاد دیدن و فکر میکنن که فیلم هاستل قرار چیز جدیدی بهشون اضافه بکنه باید بگم که خیر سخت تر اشتباهید و فیلم حاصل چیز جدیدی نداره که به مخاطب بده و همون روند فیلم های قبلی ورزشی رو تکرار میکنه بخوام به فیلم نمره بدم از همون پنج ستاره همیشگی دو ستاره میدم اونم به دلیل یک بازی خوب آدام سندر و نگاه معقولانه ی فیلمساز به مسئله نژاده که مثل خیلی فیلم های دیگه طرفدار نژاد خاصی نیست و نژاد خاصی هم نمیکوبونه از این نظر دوستش داشتم و در آخر به پایان این برنامه رسیدیم ممنون میشم که اگه برنامه رو دوست داشتید ما رو لایک و سابسکرایب بکنید و اگه کامنتی نظری راجع به فیلم حاصل یا هر فیلم دیگه ای دارید حتما حتما برامون بنویسید مرسی خداحافظتون